با سلام گرم از پراگا به همه دوستان و بینندگان بینیاد گیرومی رادیو زودی. نوید بومدودی را در این سوپ نو تقدیم شما میکنم. امروز 22 اکتبر و ساعت به وقت پراگا هفته سوپ است و با اجازت شما رو میارم به خبرها. در آغاز صحبت برایتون درباره جدول پروازهای چارتری از شهرهای گوناگون روسیه به تاجیکستان معلومات میدم. طبق نقشه هماهنگ شده مقامات تاجیک و روس، امروز 5 پرواز غیر نقشوی در نظر است. شرکت سومون ایر طریق 3 پرواز از مسکو به دوشنبه شهروندان را میبرد. همچنین یک پروازی از یکاترینبورگ و سنگ پیتربورگ به پایتخت تاجیکستان انجام میشود. در عین زمان سازمانی جهانی مهاجرت با پخش یک اطلاعیه گفت که تلاش دارد برای به وطن بازگرداندن 180 مهاجری تاجیک بند مانده در مرز مساعدت کند. به قول سازمان شهروندان تاجیکستان در گذرگاهی ژبک ژولی واقع در مرز قزاقستان و ازبکستان منتظر انتقال به وطن میباشند. این مهاجران بنابر محدودیت‌های وابسته به کووید 19 قزاقستان را ترک کردن نمیتوانند و در این کشور بیگانه بدون این منبع روزگذر سازمان جهانی مهاجرت می افزاید تو امروز بازگردانیدن مهاجران در ماندن در مرزها طریق روی زمینی بنابر همکاری نهادهای مربوطه قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان دست داده است. وزارت مدافع تاجیکستان اعلان کرد 89% نقشه موسم تیرماهی داعوت به صف قواهای مسلحی تاجیکستان اجرا شده است. این در حالی است که از آغاز موسم 20 روز گذشته است. در این مدت شهری دوشنبه، سعد و ولایت مختار کوهستانی بدخشان 106% نقشه داعوت را پر کردند. در دیگر منطقه‌های تاجیکستان سفربرکنی نوسکاران به خدمت ادامه دارد. نقشه داعوت در ولایت ختلان 91%، نویه‌های توبه مرکز 82 و ولایت سوخت 80% اجرا شده است. سخنگوی وزارت مدافع گفته است تا کنون با عنوان آنها یگان شکایت از موردهای سرباز شکار یا خود ابلاوه وارد نشده و شماره اختیاریان بیشتر بوده است. اما سازمان دفتری آزادی های شهروندی در تاجیکستان میگوید در موسم تیرماهی امسال الکای 8 مراجعت و 12 نوار اجبارا جلب شدن جوانان را به خدمت حربی دریافت کرده است. خبرگزاری های روسی می نویسند که در پی تیرپرانی روز 20 اکتبر در شهر سنگ پیتربورگ 16 نفر دستگیر شده است. از این میان 9 نفرشان تاجیکان و باقی مانده روس و آذربایجانی ها بوده از 19 تا 65 سال داشتند. به نوشته رسانه ها مناقشه گروهی بین سوداگران از آسیای مرکزی و قفقاز برای وارد کردن بار خود به بازار اپراشکا سر زده است. به هنگام جنجال یک مرد 52 ساله این جنجال از ران راست و گوشش تیر خورده در بیمارخانه بستری کرده شده است. طبیبان وضع او را میانه وزن ارزیابی میکنند. در نسبت حادثه مذکور پرونده جنایتی آغاز شده، اشتراک بازداشت شده ها در این مناقشه گروهی تحقیق میشود. شورای امنیتی سازمان ملل متحد روز 21 اکتبر اسم گلمراد حلیمов پلکوونیکی فروری توجیک را بار دیگر وارد فهرست تکمیل شده تحریم هایش کرد. در این فهرست که در 6 ماه یک بار نام می شود، اسم افراد نشر شده است که با سازمان های تروریستی دویش و القاعده رابطه دارند. اسم گلمراد حلیمов سردار پیشین امون وزارت کارهای داخلی در فهرست تکمیل شده در حال ذکر می شود که ماه آگوست سال روان رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی توجیک گفت او در یک عملیات در سوریه کشته شده است. تو این وقت مقامات توجیک می گفتند از سرنوشت پلکوونیک فروری خبر ندارند. تحریم های سازمان ملل کشورهای عضو این سازمان را وظیفه دار می کند که از دادن سلاح خودداری ورزند، صورت حساب و دارایی هایشان را بندند و حق حرکت در قلمروشان را ندهند. گلمراد حلیمов فرمانده سابق نیروهای ویژه وزارت امور داخلی تاجیکستان سال 2015 به صف گروه تندروی دولت اسلامی یا دویش پیوست و تو به سطح وزیر جنگ این سازمانی تروریستی رسید. در نتیجه یک حمله ناگهانی در ولایت تخار افغانستان داهو ماموری امنیتی کشته شدند. مقامات گفتند خونریزی کاری دستی طالبان است. تعداد عمیق قربانیان معلوم نیست، ولی آن مرگبارترین حمله بعد آغاز مذاکرات دیر انتظاری طالبان و نمایندگان حکومت افغانستان به شمار می‌رود که دو طرف ماه سپتامبر در قطر آغاز کردند. جواد هجری سخنگوی حکومت ولایت تخار گفت که حمله شب 21 اکتبر صورت گرفته است و جنگ بین ماموران امنیتی و
лаварон соатҳо идома кардааст. Ба қавли ӯ, дар ин ҷанг 25 нафар кушта шуданд ва муовини сардори идораи полис низ ҷон додааст. Толибон масъулияти ҳамларо мустақим бар дӯш нагирифтанд, вале гуфтанд, ки ҷангҷӯёнаш бо душман вориди даргирӣ шуданд, то аз онҳо барои амалиёт ба зидди гурӯҳ дар Тахор қасос бигиранд. Амир Муҳаммад Хоксор, вакили вилояти Тахор, гуфтааст, ки дар ҷанг 47 маъмури амнияти ҷон доданд. چند پیش حزب اسلامی افغانستان که رهبری آن را گلبدین حکمتیار یکی از جنگ سالارانی بدنام شده بر دوش دارد، با یک بیانیه مردم افغانستان و سیاستمداران دیگر را حیرت زده کرد. حزب گفت آماده است در صورت مراجعت آذربایجان اعضایش را برای جنگ بر ضد ارمنستان با قره‌باغ کوهی بفرستد. آن گونه که بخش دری رادیو زودی گزارش می‌دهد، با اصطلاح مجاهدین افغان در گذشته در جنگ بر ضد ارمنستان شرکت کردند. محمد رحیم از افغانهایی که در جنگ ناگورنو قره‌باغ در سال 1994 کشته شد، اینجا در قبرستانی در شهر خیردلان منطقه آبشیرون آذربایجان در کنار دیگر همسنگران افغانش دفن است. اینها همه به دستور حزب اسلامی افغانستان به آذربایجان فرستاده شده بودند تا در جنگ بر ضد ارمنستان بجنگند. شمار افغانهایی که در این جنگ کشته شدند بر اساس آمار ارائه شده از سوی حزب اسلامی افغانستان به حدود 70 تن میرسد. اما همه به این سرنوشت تلخ دچار نشدند. برخی در آنجا رخت اقامت افگندند، اما اکثریت بار دیگر به خانه و دیار خود عودت کردند. محمد یونس یکی از آنهاست. او که حالا 48 سال دارد در گوشه از شهر کابل زندگی می کند. و یگانه نشانه ای که از جنگ 26 سال پیش با خود دارد همین نام است که میگوید پس از برگشت از جنگ ناگورنو قره‌باغ حزب اسلامی برایش داد. او در سال 1994 همراه با 300 جنگجوی دیگر افغان با یک پرواز ویژه از راه ایران به آذربایجان رفته بود. در خط اول جنگ افغان ها بودند. مثلا زمانی که منطقه را که ارمنا تسخیر میکردن از پیش افغانی ها میگرفتن، از پیش آذربایجانی ها میگرفتن، افغانی ها پس دوباره در منطقه تسلط پیدا میکردن، منطقه را میگرفتن، خب به حساب مطمئن آرام دیگه پاکاری میکردن، با بازاری ها تسلیم میدادن. یونس 6 ماه در برابر نیروهای ارمنستان جنگید. برای این جنگ فقط دو انگیزه داشت، جهاد و کمایی پول. شخصا ما با واقعیت پشان بکنی جنجال ها زیاد بود، گفتیم بریم اونجا هم جهاد میز نظریه خودم هایی که به حساب از طریق مذاهب به حساب فقه سرش چه فیصله میکنن، 16-17 دلار در جیبم بود آمدن. یونس حال صاحب 3 فرزند است و در یکی از شرکت های خصوصی نگهبان است. همایون جریر یکی از اعضای ارشد حزب اسلامی افغانستان و از کسانی بود که در فرستادن جنگجویان افغان به آذربایجان نقش برازنده داشت. در اصل توافقنامه اعزام جنگجو به آذربایجان را جریر به نمایندگی از حزب اسلامی امضا کرده بود. توافقنامه‌ای که بر اساس آن حدود 5000 افغان به ناگورنو قره‌باغ فرستاده شد. وزیر خارجه آذربایجان با ملاقات آقای حکمتیار که صدر اعظم وقت دولت افغانستان بود آمد. بعد از وزیر خارجه آقای روشن جوادوف که شخصیت های کلان آذربایجان بود و معاون وزارت داخله بود و یکی از قماندانان بزرگ جنگ بود آمدند، پیام رئیس جمهور آورده بودند، رسما تقاضا کردند از حزب اسلامی، از آقای حکمتیار به عنوان صدر اعظم. آقای حکمتیار هم پذیرفت. آتش جنگ میان آذربایجان و ارمنستان اکنون یک بار دیگر شعله ور شده. دو کشور بر سر منطقه مورد نزای ناگورنو قره‌باغ درگیری تازه‌ای را در آخر سپتامبر آغاز کردند. ایروان و باکو در 10 اکتبر به میانجیگری روسیه به یک آتش بس بشر دوستانه توافق کردند. اما از آن زمان تا به حال آتش بس بارها شکسته و جنگ شدت گرفته است. در این جنگ افغانستان رسما حمایتش را از آذربایجان اعلام کرده است. هرچند دیگر خبری از حضور افغانها در جنگ میان دو کشوری که از افغانستان فرسنگ ها فاصله دارند نیست، اما نام افغانها با خط درشت در تاریخ این جنگ حک شده. به ویژه افغانهایی که اکنون سالهاست اینجا دفن شدند.
و بینندگان عزیز، چون همیشه در پایان صحبت برایتان از کربی اسعار خارجی در تاجیکستان یادآور میشوم که از جانب بانک ملی چنین تعیین شده است: 1 دلار برای وزن 10.33 درم پیشنهاد میگردد، 1 یورو 12.26 درم مقرر شده است. 1000 روبل روسی رو امروز 22 اکتبر با نرخ 133.30 درم میفروشم. با سپاس به یک و یک شما بینندگان عزیز که تا این لحظه ها ما را همراهی کردید. خبرهای بیشتر از این را دارم در دستم و 3 ساعت پس در اختیار شما عزیزان خواهم گذاشت. روزی با برور داشته باشید و تا ملاقات نوبتی بعد چند ساعت.